سلام سلام. اینجا بشینی؟ باشه. شبتون بخیر. ممنونم. شب بخیر. حالتون چطوره؟ خیلی ممنون. شما خوبی؟ خیلی ممنون. فیلیس، حالت خوبه؟ آره خوبم، به این جور جاها فقط عادت ندارم، یه جوری شدم، فقط همین. میخوای من کمکت کنم؟ شاید استرست کم بشه. میبخشی. بله. میبخشی فیلیس، من الان برمیگردم. باشه؟ خیلی نداره. باشه. تو اینجا چی کار میکنی؟ تو خودت اینجا چی کار میکنی؟ زن من دادستانه، میدونستی میاد اینجا، دروغ نگو. اینجا چی کار دارید؟ دیوونه شدی؟ اگه میدونستم اینجایی که نمیومدم زده به سریت. یارو مگه وکیل نیست؟ تو لیست اون دیدی من اینجام. حالا بهم دروغ نگو. دوستتم بردار و برید یه جای دیگه که خوش بگذرونید. بریم برنامه عروسی چیزی با هم دیگه بچینید. نمیخوام ببینم تون زودتر از اینجا برید. چه برنامه عروسی؟ واقعا که من به خاطر تو از همه مردا سرد شدم. چه عروسی، چه برنامه ای، چه ازدواجی. سلیم دوست منه، میفهمی؟ قضیه پدر شوهرم معلوم نیست از کجا سر هم کردی، ولی دیگه اعصاب منو داری خرد میکنی، داری سعی میکنی دیوونم کنی. حواست هست؟ یه لحظه. اون پیرمردی که اون روز تو مغازه دستشو بوسیدی پدر شوهرت نبود؟ تو خول شدی؟ اون صاحب کارمه، رئیسمه، آقا منصور رئیس هممونه، رئیس سلیم هم. تو با سلیم نمیخوای ازدواج کنی؟ آی انگار تو متوجه نمیشی، سلیم وکیل منه. باشه؟ تو نمیفهمی، خیلی هم آدم خوبیه، واسه همین به هممون کمک میکنه. سلیم همه ی زنهای اونجا کمک میکنه. خیلی خوب، ولی چون تو فقط به هم ریختن و خراب کردن بلدی، چون بویی از انسانیت نبردی، این چیزا رو نمیفهمی. رسانه بیوتو موویز با افتخار تقدیم میکنه.
داری چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ به خودت بیا، زنت اینجاست، دمت رو اون طرف تم نشستی، مادر بچت اونجا نشستی. معذرت میخوام فلیس، تو چه جور آدمی هستی؟ خیلی معذرت میخوام، واقعا ازت معذرت میخوام. جالبه، میای اینجا باریش میشی، میری اونجا سراغ زنت ساواش میشی. آره دورو بودن چقدر راحته. گوش کن، تو متأهلی باشه، حق نداری واسه من غیرتی بشی، حق نداری بیای سراغم، میفهمی؟ به خودت بیا، یه بار دیگه همچین کاری بکنی گردن تو میشینم. از اینجا میرم، اگه بخوای دنبالم را بیفتی اینجا یه داد و هواری را میندازم که اون زن پر افادت اینجا سکته کنه، تو هم همینطور. خیلی خوب؟ واقعا باریش کنار خواهر کار میکنه؟ این کار دیگه از کجا در اومد؟ داداش مگه میشه یارو هر روز پیش خواهرمونه؟ خیلی خوب فهمیدم. هی بابا حالا زود عصبانی نشی، این گوشی رو جواب بدین، مال کدومتونه؟ مگه ما چند تا گوشی داریم؟ گوشی خواهر دیگه. آه تو خونه جا گذاشته؟ ای وای آقا وکیل زنگ میزنه. الو آقا سلیم. الو چیچک، ببخشید با فیلیس کار داشتم. فیلیس با شما نیست؟ چرا با من بود ولی eser başımda hangi yana baksam durur karşımda şimdi tüm umutlar yabancı bana seni aramaktan bak ne haldeyim bir hayal tufanı eser başımda bak ne haldeyim efkarım birikti sığmaz içime bin sitem etsem de azdır kadere gülmeyi unutan yaşlı gözlere mutluluktan haber ver dilek taşı. Efkarım birikti
سلام. به این طرف های مریض اورژانسی داشتم، دیدم چراغ روشنه، گفتم بیام یه سلامی بهت بکنم و برم. چه اینطور؟ خب حالش چطور بود ها؟ کی؟ همین مریضی که گفتی؟ آها خوبه خوبه، خیلی خوبه، خدا رو شکر. اون روز زنگ زدی که هم دیگر رو ببینیم ولی خبری نشد. حالا بگذاریم، مزاحم نمیشه. باریش، باریش جان، وایسه نرو. چیزه، میخواستم یه موضوعی رو بهت بگم. طولای حالش خوب نیست. گفتم تو دکتری، از تو بپرسم. میشه جوابمو بدی؟ البته. چی شده؟ چشه بگو. بلوند شده، یعنی روشن، چیز، یعنی موهاش. یه لحظه بیا تو، شما بیا تو، اینجوری سرپا نمیشه. بیا باریش، کسی نفهمه که اومدی اینجا. طولای و فیلیزینا بشنون بیچاره میشه. نه بابا، دیگه فکر نمی کنم هیچ کدومشون رو ببینم. باشه بشین. چایی میخوری؟ آره میخورم. آره خواهرم کجا موندی پس؟ خواهر چرا به همون نگفتی که باریش پیش تو کار میکنه؟ ای وای. اینا چی میگن؟ والا نمیدونم از کجا فهمیدن محل کار باریش نزدیک ماست. 2 ساعت مغزمو خوردن. از کجا فهمیدی؟ این گفت. نه از کجا فهمیدی؟ اونش مهم نیست، مهم اینه که از ما پنهون کردی خواهر. اگه میگفتی میرفتیم پدرشو در میآوردیم. برای همین پنهان کردم حکمت. راستش خواهر دروغ چرا؟ این دفعه حق با حکمته. حداقل یه ذره چشمی ازش میگرفتیم. آخه اونجا چی کار میکنه؟ داداش جدی میگی؟ واقعا داری به هم حق میدی؟ ساکتشو ببینم. حالا به این اعتماد نداری نمیگی قبول. حداقل به من میگفتی، من بدون دعوا حلش میکردم، باهاش حرف میزدم. منو باش که دارم میگم، چرا داداشم به هم حق میده؟ چرا حمایتم میکنه؟ چرا خواهر به من اعتماد نکنه؟ آره دیگه، چرا خواهر بهت اعتماد نکنه؟ تو این سن ازدواج کردی، بچه دار میشی، هیچ دلیلی برای اعتماد کردن به تو نیست آخه. چون هوش از سرت رفته بچه. نمیدونم چرا هر دفعه کاسه کوزه ها سر من شکسته میشه. چون تنت میخوره داداش. گوش کنی، اگه خیلی دلتون میخواد فردا میتونیم بیایم ببینیمش. جدی میگی؟ آره، ولی دعوا و داد و هوا رو انداختن نداریم. باشه، از دور زهره چشم میگیرین. همین باشه. خیلی خوب، باز اومد بیخ گوشمون، باورم نمیشه. میگم فیلیس، تو اینجا بودی عزیزم؟ صدا تو شنیدم، نتونستم زودتر بیام. تو آقا سلیمو همینطوری تو ضیافت ول کردی اومدی؟ ای وای، اونم هست، گوشی تو جا گذاشتی، زنگ زد سراغ تو رو از ما گرفت، ما هم از اون سراغ تو رو میگرفتیم. اوضاع خیلی مسخره ای بود. وای خیلی زشت شد. چرا اینقدر با این آدم بدرفتاری میکنی؟ چی میدونم، طولای پیش میاد دیگه. از وقتی اومدم همش به هم سرکوف میزنی، نمیدونم چرا اینجوری میشه. الان هیچ جوابی ندارم که به کسی بدم. بس دیگه، بریم بخوابیم. آخر منم همینو میخواستم بپرسم، زینب کجا میخوابه؟ آی زینبم هست، یادمون رفته بود. بچه ها فردا بریم خونه یه سردار، شاید بابامون اونجا حافظه‌شو به دست بیاره. ما میخواستیم بابا رو ببریم اون خونه ولی آبجی اجازه نداد. من بهتون کمک میکنم، فردا مدرسه رو بپیچونین، منم بابا رو میارم، با هم میریم. جدی میگی؟ واقعا این کارو میکنی؟ معلومه، چرا که نه. چی کار میکنی؟ هیچی خار، چیزه، جا نشدیم، جمع شدیم اینجا. باید دوباره جای خواب مشخص کنیم. کجا بخوابی؟ یه فکر میکنیم دیگه. ببین منو، بعد جوری داری میری رو مخ منو. حتی وقتی میگی یه فکری میکنیم، هی منو چپ چپ نگاه میکنی. دست از سرم ورداری گفریته. ای خدایا، حافظه تو از دست دادی؟ هنوزم معاملکی؟ مگه من چی کارت کردم؟ ای بابا،
از کجا میدونی خواهر؟ شاید حافظش رفته ولی حساش سر جاش باشه، از کجا معلوم؟ به هر حال از اولش رفتارت باش بد بود دیگه. بیا، من الکی باهات اونجوری رفتار نمیکنم. یه آدم به درد نخوری. تموم شد؟ جای خوابو معلوم بکنی؟ زینبم هست. تو اینجا میخوابی. بلند نشو، اینجا مال تو. بهتر. زینب تو هم با حکمت و پذیرایی میخوابین رو مبلای جدا. تو پذیرایی؟ جلوی چشم همه؟ اگه نمیخوای اتاق طبقه بالا رو برات آماده کنم. طبقه بالا؟ پشت بوم. چی دیگه؟ نمیدونم. منم یه جوری شدم ولی طولایی خیلی بدتره باریش. چطوری بگم؟ انگار عقلشو بالکل از دست داده. دیگه هم درست نمیشه. واقعا موندم. خب طبیعیه. خب یه دوره خیلی سخت پشت سر گذاشته. تو هم تحت فشار نذارش. صبر کن، خوب میشه. واقعا خوب میشه؟ معلومه خوب میشه، پس چی؟ ای خدا، کار ما رو ببین. باز دو دقیقه نشستیم، کارمون کشید به درد و دل کردن با باریش. ببین، محض رضای خدا بگو، چرا گند زدی تو این زندگی؟ جون من بگو باریش، ها؟ چرا این کار رو با فیلیس کردی؟ چاره دیگه ای نبود. آخه چرا چاره ای نبود؟ چرا چاره ای نبود؟ من یه پسر دارم، میفهمی؟ من بچه دارم، بهم احتیاج داره، باید کنارش باشم. خیلی خوب، بچه داری، برای چی از همون پنهون کردی؟ حتی اقل به من میگفتی. نمیتونستم، چجوری میگفتم؟ خودم تازه با خبر شدم. وقتی فیلیز افتاد زندان فهمیدم. میامدم چی میگفتم آخه؟ خیلی خوب، ولی به خاطر اینکه تازه فهمیدی باید میرفتی زود ازدواج میکردی؟ نمیفهمم. میامدی خب به فیلیز میگفتی. میگم نمیتونستم بگم طوفان. برای چی؟ طوفان حالم خوب نیست. یه قولی دادم زیر بارش له میشم. نمیدونم هم چی کار کنم. راه نجاتی برای خودم پیدا نمی کنم. به خدا دارم داغون میشم طوفان. خب منم همینو میگم داداش. یه روز بیا خونه ما، همه اینا رو بشین بگو، هم خودتو راحت کن هم ما رو. به خدا جمیله، ماشین جمیله، تو برو قایم شو، نمیشه از کارای اینا سر در آورد. برو برو. کجا برم؟ قایم شو، برو. خیلی خوب. ای بابا، سلام داداش. فکر کردم این وقت شب کسی اومده تو مغازه، داشتم گشت میزدم گفتم سر بزنم. نه نه نه، خیالت راحت، کسی نیست، خودم تنهام، نشسته بودم. چی شده؟ خیر باشه، این وقت شب اینجایی؟ چیزه، حقیقتش طولایی از خونه بیرونم کرد. نه بابا. آره والا، از خونه بیرونم کرد و منم نمیدونستم چی کار کنم، اومدم اینجا تو قهوه خونه بمونم که سردم. واقعا خیلی متاسف شدم داداش. قربونت برم، من فدات، دمت گرم. حالا برای چی از خونه بیرونت کرده؟ اینو نفهمیدم، امیدوارم تو خطایی ازت سر نزده باشه. چه خطایی میخواد سر بزنه؟ خطا متا نکردم، یکم حالش خوب نیست، میدونی که بعد اون داستان بچه ها و این چیزا بود. گفتم یکم استراحت کنه، حالش سر جاش بیاد، منم تنهاش گذاشتم. ببین داداشم، رومیز دوتا لیوانه، میبینی؟ معلومه مهمون داشتی، معلومه یه زن بین تو فاصله انداختاره. البته تو همچین کاری با زن داداش نمی کنی. ای بابا، کدوم زن؟ بابا من حالم خوش نیست جمیل جان، گهگاهی به هم میریزم، قات میزنم، قات که میزنم چای دلم زیاد میخواد دیگه. دو تا لیوان چای ریختم که هی پا نشم برم بیام و چای بریزم. هر دوتاش به خدا مال خودمه. یعنی هر دوش مال توه، خودت میخوری؟ آره آره آره، من میخورم، جون تو مال خودمه. خیلی خوب، باشه داداش، خود دانی، انشالله که اوضاع بهتر بشه. خیلی ممنون، زنده باشی، شبت بخیر. شبت بخیر. بذار بیام بطرقت کنم.
فعلا خدا. به سلامت. شبت بخیر. مواظبت کن. معلومه کجا بودی؟ حالت رو برا نیست؟ چی میگی تو؟ نهان دیگه تموم شد، جدا میشیم، چون دیگه بیشتر از این نمیتونم این وضع رو تحمل کنم. چی داری میگی باریش؟ میگم تموم شد، نمیفهمی؟ تموم شد، دیگه نمیتونم این همه عذابو تحمل کنم، تمومه. اینقدر مزخرف نگو، تا ساباش بیدار نشد لباساتو عوض کن، یه دوش بگیر و بیا. ساکت شو، نمیخواد بگی من چی کار کنم. ساکت شو، تو زن من نیستی، نمیتونی بگی چی کار کنم. من مادر پسر تو هم. همون اول بهت گفتم اگه نمیتونی نیا. تو مجبورم کردی، محترمانه نبود که، مجبورم کردی. تو اومدی سراغ من، اومدی در خونم برای نجات فیلیس اومدی سراغم. مگه ساواشو نذاشتی بغلم گفتی پسرته ها؟ چی کار میکردم؟ به پسرم پشت میکردم؟ چی کار میکردم؟ ولش میکردم میرفتم؟ خیلی خوب باشه، هرچی بود تموم شد رفت، دیگه نمیتونی برگردی عقب، نمیتونی ساواشو ول کنی. من که ساواشو ول نمیکنم، برای چی ولش کنم؟ برای چی ساواشو ول کنم؟ میرم همه چیو به فریز میگم، حقیقتو بهش میگم، میگم که دوستش دارم، بدون اون نمیتونم نفس بکشم، فهمیدی؟ میگم نمیتونم. قضیه ساواشم اینه دیگه، دست اونه که چه رفتاری نشون بده، چی کار کنه، به من چه. همه چیو بهش میگی و بعدش هم خوشبخت میشی؟ نره نیداد و بیداد. بچه‌ت هم آخر هفته ها میبینی، بازم شی یه پدر. نمیدونم چی میشم، نمیدونم، ولی اگه اینجوری پیش بره دیگه بابای یه روزه ایم نمیمونه. میفهمی چی میگم؟ من دیگه بریدم، نمیفهمی؟ نمیتونم. حق نداری، همچین شانسی نداری. من نمیتونم بچه‌مو قربانی ماجراجویی عشقی تو بکنم، بچه من مریضه. چی کار میکنی؟ این ساواش میشنوه، ساکت باش. حالا ساواش واسه تو مهم شده؟ داری واسه من از عشق میگی؟ عشق تو به من چه؟ به من چه؟ میفهمی؟ به من چه؟ به خودت بیا. تو نمیتونی. به خودت بیا. هیچ جایی نمیری. گوش کن چی میگم. اون درمانگاه هم ول میکنی. بکردی من احمقم. انگار نمیدونم برای چی رفته اونجا. اونجا رو ول میکنی ساواش، منو دست کم نگیر، هم تو رو نابود میکنم، همون دختره رو. به خودت بیا ساواش، میشنوی چی میگم؟ به خودت بیا. داد نزنی ساواش. بابا جون چرا بیدار شدی پسرم؟ داد نزنی. ما که داد نمیزدیم، با مادرت حرف میزدیم، چیزی نیست که داد نمیزدیم. بابا نگران نباش، کاش بیدار نمیشدی ساواش. ساواش پسرم. ساواش چی شد؟ ساواش 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 پسرم. کیراز hadi geç kalıyorsunuz. Tamam üstümü giyiniyorum. رحمت پاشو، بعدم وقت نمیشه صبونه بخوری، زود باش. خواهر جورابم نخکش شده، نگاه کن. نه چی شک، در رو باز کن لطفا، برو از جورابای من بردار. نه اصلا حرفشم نزن، جورابای تو ارزونه بی کیفیتن، پام میخوره. چی نپوش، یخ بزن. جمیل چی شده؟ باز چی میخوای اول صبحی؟ ای داده بیداد، من با تو چی کار دارم خانم محترم؟ معلوم نیست چه اول صبحی ها. چرا بدخلقی میکنی خواهر من؟ برای چی اول صبحی سر من داد میزنی؟ مگه من بهت چی گفتم؟ چی کار کردم؟ چرا سرم داد میزنی؟ خانم محترم یه چیزی به اسم صبح بخیر از اونو بلدم. معمولا به جای پرخاش کردن میتونی از اون استفاده کنی. خب نگفتم که نگفتم. برای صبح خیر گفتن که نیومدی اینجا، حتما یه چیزی شده که اومدی. ها
از کجا میدونی؟ شاید منم اومدم همینو بگم. یعنی برای همین اومدی؟ نه به خاطر اون که نیومدم، ولی تو هم اگه میگفتی چیزی ازت کم نمیشد. نه ولی صبحی نمیفهمم چی میگی. چی شده؟ چیزه. یه لحظه بیا. بیا بیا بیا. ببین این طوفان ما هست. متاسفانه انگار با یکی دیگه وارد رابطه شده، یعنی به زنداداشمون داره خیانت میکنه. من و تو باید به این قضیه رسیدگی کنیم. نه اینکه تولای موهاشو بلوند کرده، برای همین نشناختیش. بلوند کردی؟ نه ببین گوش کن، من دیشب داشتم گشت میزدم، خب آخر وقت بود، شغل ما رو که میدونی اصلا نه شب و روز داریم نه وقتمون دست خودمونه. برقراری آرامش تو این محله کار خیلی سختیه. میدونیم کامل میدونیم. پلیسی بگو. بگذاریم. دیدم چراغ قهوه خونه‌شون موقع شب روشنه، گفتم حتما دزدی چیزی اومده. دیدم تک و تنها آقا اونجا نشسته. تولایی از خونه بیرونش کرده به خاطر. آره اونم گفت. اما برای چی بیرونش کرده؟ حتما به یه چیزی شک کرده دیگه، مگه نه؟ نه یکم زیادی گیر میده. خب تو تعریف کن. بساط خوشگذرانی پهن کرده بود ولی دو تا لیوان گذاشته بود. ازش پرسیدم اینجا چی کار میکنی؟ چرا دو تا لیوان گذاشتی؟ شروع کرد چرت و پرت گفتن و حرکت‌های خیلی مشکوک انجام دادن. میفهمی که چی میگم؟ نه گفت با کی این کارو انجام میده. خودش میگفت میخوام تنهایی بخورم. انگار با بچه طرفه، دلش گرفته. هر دوتاش هم میخواست حتما خودش تنهایی بخوره. آره جون خودش. نکنه اونم زده به سرش ها؟ حالا من که نمیدونم. ببین خانم محترم، این دوتا همدیگر خیلی دوست دارن. من اینا رو خیلی وقت میشناسم. عشق واقعی خیلی سخت پیدا میشه، خودت که خیلی خوب میدونی. خلاصه روزای خیلی سختی رو میگذرونن. به خاطر چیزای کوچیک و بی اهمیت نباید از هم ناراحت شن. تو قضیه حکمت خیلی 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 خوب عمل کردی. از حق آره خوب حل کرد. آره از حق نگذر. کارم حرف نداشت. آره همین خواستم تا گندش در نیومده یکم سوال پیچش کنیم و گوششو بکشیم. نظر چی؟ راست میگی. رفتاره یه طولای خیلی عجیبه. اینو میدونی؟ معلومه که مجونش به لبش رسیده. مرد جماعت هم دیگه، تا یه مشکلی پیش میاد زود زن رو عوض میکنن. کم لطفی میکنی، همه که اینجوری نیستن. چرا جمع میبندی؟ حالا تو رو که نگفتم، چرا به دل میگیری؟ چیزه؟ من خونه رو مرتب کنم. آره بیام. برو خونه رو مرتب کنم. بهت زنگ میزنم. باشه منتظر زنگتم. منتظر زنگتم. برو. باشه. کی بود چیچک؟ کی؟ الان رو میگی؟ چیز جمیل بود. جمیله نچسب. چرا اینجوری میگی؟ مو فرفری زشته. چه نچسبی ازش دیدی؟ چی؟ از جمیله خودمون حرف میزنیم دیگه. جمیل موزی. آره تارت خوبه چیچک؟ منظورم اینه که اسم گذاشتن اصلا خوب نیست. بعدش هم این مسائل تموم شده رفته، مال گذشته است. زود بشین دیگه، مدرسه داریم. پاشین میزو جمع کنم. زود بشین. ولکام اینا. من صبحونم تمام نشده. ولکام تو فقط بخورم اوجون. باشه بازنشسته به حساب میاد. خودت بازنشسته جادوگر سیاه. رحمت افریتر. زود باش. باشه خواهر. لقمتو درست کن. باشه. نون نذاشتن که اینا. فیلیس من میرم بچه ها رو برسونم. نمیای کارگاه؟ نه من نمیام، امروز تو خونه کار میکنم. اما این بچه رو تنها نذارم، نمیتونه مراقبش باشه. آره چرا نتونم مواظبشون باشم؟ آره درسته، تو بمون. اینطوری خیلی بهتره بمونم. زود باشی فیلیس. میخواستم یه چیزی بهت بگم. این طلایی صدا کن باش حرف بزن. دیوونگی هم دیگه حدی داره دیگه. مرد جماعتو نباید سر خود ول کرد. منظورت چیه دختر؟ داداش طوفان همچین کاری نمی کنه. مرد تو با طلایی حرف بزن دیگه. یعنی چی ازش خسته شده؟ شوهرشو از خونه بیرون کرده. خیلی مسخره است دیگه. باش حرف بزن. باشه باش. زشته. آره خب زشته. آره زشته. گوش کنی، من یه سر میرم پیش طلایی، جلوی در منتظرم باشه. باشه باشه عزیزم. مو بلوند خوشگلم، تو رو خدا دیگه این کارو نکن، خواهش میکنم. این روزا رو با هم پشت سر میذاریم. تو هر کاری بگی من حاضرم انجام بدم. خب باشه. ازت فقط یه خواسته دارم طوفان. تو امر کن. اونم اینه که دیگه به این خونه بر نگردی هیچ وقت. ولی آخه گلم من عزیزم
فیلی صبح بخیر عزیزم. میخواستم بگم که میای با هم دیگه بریم کارگاه؟ باشه بریم. آها فکر خیلی خوبیه. به خدا یه کاری کنیم، من تولایی برسونم کارگاه، اصلا تو راه میشینیم با هم دیگه چایی هم میخوریم، مگه نه؟ یکم هم حرف میزنیم. آره داداش توفان چه فکر خوبی کردی، مگه نه تولایی؟ چیزه هواتونم عوض میشه، داداش توفان تو رو میرسونه کارگاه. آها بعدشم من برمیگردم خونه. برمیگردم دیگه، برگردم. تو یه لحظه صبر کن، یه لحظه. خیلی خوب دیگه. این قابلمه یه سوپو بگیر ببر برای زینب، باشه؟ حامله است، زودتر بخوره، برای بچهش خوبه، داغ داغ بخوره ها. الان لباس میپوشم میام. خب فیلیس تو رو خدا یه کاری کن، دیگه دارم کم میارم، دارم داغون میشم. به خدا حق داری داداش توفان، سعی میکنم تو کارگاه باش حرف بزنم، ولی تو رو خدا آروم باش. با دیگه خسته شدم. باشه حق داری، حق داری. اومدم. تو هنوز اینجا وایستادی توفان؟ زود باش دیگه برو. باشه رفتم. باشه آی شما میاین؟ آها درسته، میخواستین زهر چشم بگیرین. بریم. فکرت آدم همچین جاییو برای چی به خاطر بیاره آخه؟ اگه بریم خونه خودمون بابا همه چیو به خاطر میاره، ولی خواهر از خودش نذاره. بابا که هیچیو به خاطر نمیاره، اونم ما رو اینجا نگه میداره. خیلی خب بابا حلش میکنی. فعلا منتظر زینبیم، ببینیم چی کار میکنه. بچه چیچک شما رو میرسونه مدرسه، همین که رفت جیم میزنین، باشه؟ خیالت راحت، نگران نباش. بچه ها عجله کنین دیگه، ساعت اول از دست میدین. زود باشین، چرا انقدر لفتش میدین؟ زود باشین دیگه. اومدیم دیگه، زود باشین به جنبین بریم. زود باشین. زود باشین دیگه. بزن بریم. سب کن تا اونا برن، یه موقع مچمونو نگیرن. آفرین توله جن، تنها کار مفید این پسره به درد نخوره من ازدواج با تو بود، میدونستی؟ حرف نداری. به خدا منم انگار بابای خودم رو پیدا کردم. بابا فکریتم. برای چی همش اینو تو دستت نگه میداری؟ نگه ندارم، نمیدونم، اگه نگه داشتم حتما یه دلیلی داره. به نظر منم یه دلیلی باید داشته باشه. خیلی خوب بگذاریم ببینیم چی میشه. گوش کنی، دادو هوار نمی کنین، فقط خودتونو نشون میدین و برمیگردین. خیلی خوب آبجی، تو هم ولکن نیستی، کاری نمی کنیم که. یعنی چی؟ حرف نمی زنیم؟ من یه چند تا سوال دارم داداش. پسر پشیمونم نکن که آوردم اتونا. خب بچه راست میگه فیلیس، واسه چی تا اینجا اومدن؟ رحمت یه سیلی میزنه ماجرا تموم میشه. خدا یه چه سیلی؟ واسه چی بچه ها رو پرو میکنی؟ برو کنار ببینم. آه صبح بخیر دختر همسایه. صبح بخیر. این جوونا کی هست؟ برادرام رحمت و حکمت. ماشالله ماشالله. خانم ببخشید دکتر اینجاست؟ دکتر اینجاست، ولی اون دکتری که شما دنبالشی نیست. یعنی چی؟ دکتر ما امروز نمیاد، برای اینکه مریضا اذیت نشن موقتا دوستشو فرسته. نه بابا چرا همچین کاری کرده؟ والا دلیلشو نمیدونم، شاید میخواد پیش خانواده‌اش باشه، از کجا بدونم. وای چقدر تعجب کردیم، اومدنمون الکی شد، باز از سایه خودش ترسیده فرار کرده. خیلی خوب زود باشین برین سر کلاساتون، از درس عقب نمونین، زود باشین. با توپ و تفنگ اومدیم یه پشه رو له کنیم، میبینی؟ ببینین خانم، اگه دکتر اومد اینجا بهش بگین که رحمت و حکمت اومده بودن، باشه؟ چی؟ بدون ما اومده بودیم اینجا. مگه این آدم چی کارتون کرده؟ یه آدم متأهل و زن و بچه داره که سرش تو کار خودشه، چی کار کرده آخه؟ اینجوری هم نیست خانم، ولی بگذاریم. زود بشین برین سر کلاساتون، بدوین. بریم. باورم نمیشه تو اینجا میپوسی، با هیچ کس هم ازدواج نمی کنی، اونم با خانوادش اونجاست. واقعا که چه دنیایی. آره
ببین فیلیس جون، تو یه مرد درست و حسابی و با شخصیت میخوای. آقا سلیم آدم محترمیه. ببین اونو بردار ببر، برو جلوش وایسا، ببین حسودیش میشه یا نمیشه، میترکه یا نمیترکه. طلایی جون، من هیچ حسی به سلیم ندارم، چرا نمیفهمی؟ روز بخیر. روز بخیر. روز بخیر، بفرمایی. فیلیس علی بول؟ منه. سلام، من شریک سلیمم، نجات. خوش اومدین، بفرمایید. خیلی ممنونم، چند بار تو دفتر روبرو شدیم. از این به بعد من به کاراتون میرسم. چرا؟ سلیم حالش خوبه؟ آره خوبه، نگران نباشین، این روزا سر شکم شلوغه، یه مقدار تقسیم کار کرد. پس کار ما رو به شما سپرده؟ بله، کارتمو هم بدم بهتون. بفرمایید. ممنون. هر وقت که لازم داشتین میتونین با خیال راحت به هم زنگ بزنین. این وکالتنامه رو هم امضا کنین، از این به بعد رسما من به کارتون رسیدگی میکنم. بفرمایید. مطمئنین درباره آقا سلی مشکلی نیست؟ نه نه نه، نگران نباشین، گفتم که به خاطر مشغله کاری. بفرمایید. خیلی ممنونم، موفق باشین، روز بخیر. خیلی متشکرم. ممنون، روزتون بخیر. ممنون. خدا نگهدار. دیدی چی کار کردی ها؟ کاری کردی آدم به اون دست گلی قهر. این چه حرفیه؟ گفت به خاطر مشغله کاری. خب کجا مشغله کاریه؟ مگه دیروز مجبورت نکردم بهش زنگ بزنی اونم جواب نداد؟ اگه قهر نیست چرا جواب نده؟